سیلی به قدری محکم بود که صدایش در همه دنیا پیچید. Good evening. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight. کمتر از دو هفته قبل آمریکا به شاه فراری پناه داده بود. Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas. و بوی تلخ تجربه کودتای سال 1332 دانشجویان پیرو به خط امام را هوشیار کرده بود. The United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. مردم خواستار استرداد شاه برای محاکمه در ایران بودند. مجرم به یک کشور باید بیاد در همون کشور محاکمه بشه و حق ندارد یک کشوری مجرم را نگه دارد و پناه بدهد و خلاف قواعد بین المللی است. ملت ایران مصمم است و اراده کرده است تا با قاطعیت هرچه تمامتر محمد رضای فراری و اموال مسروقه که به غارت برده به ایران برگرداند و در دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایران محاکمه کند. اما دولت آمریکا از این امر خودداری می‌کند. In answer to the question, are we considering handing him over or are there any plans to do so or to meet that demand? The answer is no. امام حرکت فرزندان خود را تایید می‌کند. مسئله باز انقلاب است. یک انقلاب زیادتر از انقلاب اول خواهد شد. دولت موقت اما فوراً درخواست بیرون آمدن دانشجویان را دارد و حتی شهربانی را مأمور این کار می‌کند. احمد خمینی در روز دوم به نمایندگی از رهبری انقلاب در جمع دانشجویان حضور می‌یابد. نوع دستگاه‌هایی که اونجا بوده نشون میده که اینجا مرکز فعالیت سیاه در خاورمیانه بوده. بازرگان رئیس دولت موقت به خاطر تسخیر سفارت آمریکا استعفا می‌دهد. استعفا در شرایط بحرانی کشور و نبود شرایط پایدار امنیتی دارای پیام‌های خاص خود بود. مردم واکنش نشان می‌دهند. از دیروز تا به حال گروه‌های مختلفی از مردم در جلوی لانه جاسوسی گرد آمده و با شعار دادن شعارهای مختلفی از دانشجویان پیرو خط امام می‌خوان که این دانشجویان گروگان‌ها را در لانه جاسوسی نگه بدارن. فکر می‌کنم بچه‌ها همه جوانای انقلابی ما کار خوبی می‌کنن، چون باید ریشه این فساد رو کنده بشه و باید چطوری باید نظر خودشونو به کشورهای دیگه بگن و همونطور آمریکا، و به نظر من باید اینا رو واقعا نگه دارن تا زمانی که اونها شاه رو برگردونن به ایران. کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا 9 روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی با هدف تحمیل فشار اقتصادی دستور متوقف کردن واردات نفت از ایران را صادر می‌کند. 2 روز بعد هم دستور می‌دهد تا کلیه دارایی‌های رسمی ایرانی‌ها در بانک‌های آمریکا توقیف شود. اون ملتی که ستم را میپذیرد لایق زندگی کردن نیست. اون ملتی که در مقابل تعرض و تهاجم از خود دفاع نمی کند شایسته اون نیست که توقع حق زندگی داشته باشد. رسانه‌های آمریکایی به طور روزشمار اخبار لانه جاسوسیشان در تهران را مخابره می کنند و کارتر بی توجه به خاص ملت ایران این اقدام را تروریستی می نامد. اما افشای ماهیت جاسوسی سفارت آمریکا نقاب از چهره آنها بر می دارد. سفارت سایر مملکت ها را ببینید، سفارت ایشون هم ببینید. ببینید این سفارت خانه از اسمش هست تا شماها میگید سفارت خانه را گرفتی، و اینها مأمور دیپلمات هستند که شما میگید که دیپلمات ها را گرفتید، یا نه اینجا محل جاسوسی است لیس الا، و اینها هم جاسوس هستند و اصلا ربطی به سفارت و سفارتخانه ندارد. دانشجویان با تلاشی شبانه روزی اسناد رشته شده را ترمیم می کنند و در پی آن هویت بسیاری از وابستگان به آمریکا و نفوذی ها برای دانشجویان مشخص می شود. سند مهم دیگری از لانه جاسوسی به دست ما افتاده که نشون میده یکی از گروگان هایی که همکنون در اختیار ما هست به نام آهرن یک جاسوس بزرگی بوده که مورد عنایت دولت امریکا و
سیای اون کشور هست. اسناد و تجهیزات کشف شده اثبات میکند که آمریکایی ها در سفارت خود در حال جاسوسی و توطئه چینی بودند. موضوع دادن ویزا به عوامل رژیم سابق، این موضوع فقط میتواند در دسترس افراد ذی صلاح سفارت قرار گیرد. مراجع اطلاعاتی الف، ای و دال دی دادن ویزای مشروط و یا ویزای پناهندگی به سیاستمداران رژیم سابق و اعضای سابق تحت رهبری شاه را تقاضا دارند. رئیس جمهور آمریکا این بار پروژه تحریم ها را کلید میزند. The Secretary of the Treasury will put into effect official sanctions prohibiting exports from the United States to Iran. کارتر میگوید اگر این اقدام هم کارساز نشود، گزینه نظامی را به کار خواهد بست. We send word to the Ayatollah that if he injured a hostage, that we would stop all commerce between Iran and the outside world by blockading their seaports and so forth. We didn't go into detail. And if he killed any hostages, that I would respond with military action. امام خمینی از کارتر به خاطر قطع رابطه تشکر می کند و می گوید قطع روابط به این معناست که آمریکا از نفوذ در ایران قطع امید کرده است. ما آمریکا را زیر پا می گذاریم در این امور. نمی گذاریم که دخالت در امور ما بکنند. نمی گذاریم کسی دیگه هم دخالت ما را بکنند. بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنند، ما نمی گذاریم از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون را بین هوا می کشیم از بین می بریم. مگه اونا می توانند به این کشور کنند؟ تهدید یک ملت آشورایی آن هم در ماه محرم چنین پاسخی را هم در پی خواهد داشت. رغم اقدامات و اظهار نظرهای آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها با ماموران دستگیر شده سفارت با ملایمت رفتار می‌کنند. حالتون خوبه؟ چشمم باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت می‌کنید. بله، فقط صحبت کنیم دیگه. 6 ماه اینجا که یاد گرفته باشید. قبلا هم یاد گرفته بودید. بله. چطوره وضعیتتون؟ حالا همینطور که می‌بینید دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت والا خوبه دیگه. خوبه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. فعلا. نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد. نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که همین که اینجا هست. همین که اینجا هستی. امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان ان شاءالله. اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید. انشالله. چهارم فروردین 1359 کارتر نامه‌ای محرمانه به امام می نویسد. ما آماده پذیرش حقایق جدید که مولود انقلاب ایران است هستیم. امام دستور می دهد تا نامه کارتر منتشر شود. در آمریکا انتشار این نامه یک افتضاح سیاسی برای کارتر بود. Seen around the world as an America no longer capable of dealing with her real problems. It humbled the administration in dealing with problems at home. It had a profound, prevailing, devastating, paralyzing impact upon our government. حیثیت آمریکا به چالش کشیده شده بود. He saw our honor at stake. He knew that we had to act, and he said so. We began to figure out how we could extract the hostages from the Iranians. All the principals, including myself, recommended that we proceed, that the diplomatic and other options were not working. And we voted unanimously to proceed with the rescue mission. برای اجرای نقشه به 14 هواپیما نیاز بود تا صدها کیلومتر در خاک ایران پیشروی کنند و بعد از سوختگیری در صحرا 8 هلیکوپتر کماندوهای آمریکایی را به سمت تهران میبرند تا به ساختمان سفارت یورش ببرند. گروه دوم قرار بود کنترل پایگاه هوایی خارج شهر تهران را در اختیار بگیرند و از آنجا ماموران سفارت را از کشور فرار دهند. نقشه نجات ماموران سفارت آزمونی بود برای آزمایش قدرت نظامی آمریکا. این عملیات پنجه عقاب نام داشت، پنجه‌ای که به ریگ‌های طبس می‌خورد. هلیکوپترهای آمریکایی در طوفان شن با یکدیگر برخورد می‌کنند و خبر بلافاصله به کارتر می‌رسد. I was with the president when we got the call, and the president said,
Have there been lives lost? And I saw his face turn white, and he said, I feared that. One can imagine how painful it is for a president to hear that 8 U.S. soldiers are on a mission to rescue the American hostages. A president who recently threatened to attack Iran if only one hostage is killed. در سالی که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، این یک فاجعه سیاسی برای آنها به شمار می رفت. معاون کارتر مأمور می شود تا کنگره را در جریان این شکست قرار دهند. You can imagine those very painful conversations. Awakened from a dead sleep, being told this, and say, what are we doing? Where? When? How did we get into this? What do you mean lives lost? این هلیکوپترای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد. ما ساقط کردیم. شنها ساقط کرد. شنها مأمور خدا بود. 27 ژوئیه روز 267 شاه در تبعید و در یک بیمارستان نظامی در قاهره فوت می‌کند، اما مقامات آمریکایی نسبت به آزادی گروگان‌ها بعد این خبر امید چندانی ندارند. 12 سپتامبر روز 314 امام خمینی برای آزادی گروگان‌ها 4 شرط اعلام می‌نماید: تعهد آمریکایی‌ها به عدم مداخله در امور داخلی ایران، رفع توقیف دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و استرداد دارایی‌های شاه. The US finally agreed at the Algiers talks to release Iran's frozen assets. The Shah was already dead, but the Americans agreed to return his property to Iran. Meanwhile, there will be no apologies from the American side. در آن سال رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا میان کارتر و ریگان به این مسئله گره خورده بود. برگشت با سلامت مأموران سفارت انتخاب کارتر را حتمی می‌کرد و هر اتفاق دیگری امیدهای ریگان را پررنگ‌تر می‌کرد. اشپیگل نوشت: زمانی ایالات متحده می‌توانست تصمیم بگیرد که چه کسی در ایران بر مسند قدرت بنشیند، اما امروز در 1980 آیت اللهی در تهران میتواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تعیین کند. در انتخابات آن سال ریگان پیروز میشود. حال کارتر تنها 2 تا تحویل دفتر ریاست جمهوری وقت دارد. Carter was despairing because he had hoped at least to get these hostages home while he was president. سرانجام در 19 ژانویه 1981 روز 442 با هماهنگی‌های الجزایر و پس از رفت و آمدهای بسیار بر نحوه آزادسازی مأموران سفارت توافق می‌شود و 2 روز بعد 30 دی ماه 1359 یعنی 444 روز مأموران سفارت آزاد می‌شوند. اما روند تحویل مأموران سفارت تا دقایق پایانی ریاست جمهوری کارتر هم به طول می‌کشد. We rode in a limousine to the capital for the inauguration ceremony. I had direct communication obviously with our intelligence around the world. I talked to him while he was in the car. Said that the hostages were apparently at the airport, but we had no evidence that anything had happened. Repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President. کارتر راهی منزلش می شود و هنوز خبری از آزادی ماموران سفارت نیست. Roughly 5 after I was no longer president, the Secret Service agent came down and whispered in my ear that the hostages were free. They had deliberately delayed its release until maybe 20 seconds after Reagan had been sworn in.